عصر بخیر به همه شما. البته ما یه ذره زودتر اومدیم به لایف، حالا سریع شروع نمی کنیم کلاس رو تا همه یاران و همراهان این تمرینات دست جمعی کم کم بیان وارد کلاس بشن، کلاس مجازی. من فکر میکنم امروز هم مثل اون روز ما 2:45 یعنی سر 45 من برم رو ویدیو دوم که نگران اون 1 آخر نباشیم، چون ممکنه توی شرایطی مثلا تو سازمان رسانا روی شرایط جسمی باشیم که سخت باشه همه پاشیم و حرکت و ویدیو رو، یعنی بین در واقع 45 تا 50 هر جا که مناسب بود ویدیو رو عوض میکنیم. کسانی هم که صدای من براشون ضعیفه، به هر حال مجبوریم که میکروفون بذاریم، از این اسپیکرهایی بذاریم که کوچولوه بلوتوثش میکنین و صدا بلندتر میشه. من خودم هم خیلی از کلاس هایی که دارم در زوم، در اسکایپ، از اونا استفاده میکنم، چون به هر حال ما کلاس هامون کلاس های خانگیه، امکاناتمون حد اقله. من که یک تلفن فقط دارم و از طریق اون تلفن دارم با شما صحبت میکنم، امکانات دیگه ندارم و به هر حال خدا شکر که همین هم داریم. اینه که اگه تصویر گاهی اوقات خوب نیست، اگر نور خوب نیست، اگر صدا خوب نیست، به هر حال باید ببخشین، چون امکاناتی که مثلا یک استودیوی فیلم برداری هست یا جاهایی که در این ویدیوها مثلا ورزشی رو ضبط میکنن و پخش میکنن، ما اون امکانات رو نداریم. این در واقع یک فیلم بردار نیست که، برای همین من گاهی اوقات مجبورم نگاه کنم، چون گاهی اوقات اپل آیدی از من میخواد و یه دفعه قطع میشه، باید بیام اونو درستش کنم که مزاحمتی برای شما که بیننده هستیم ایجاد نشه. به هر حال خیلی خیلی خوش آمدین. دیگه فکر کنم از 6:30 هم گذشت. بعضی پرسیدن چرا بعضی از شما که تازه وارد گروه میشین میگین چرا یه روز صبح میذارین یه روز عصر میذارین؟ نه، چنین نیست. ما از اسفند که کلاس هامون رو شروع کردیم، به هر حال اون موقع کلاس ها مقدارش بیشتر بود، گاهی اوقات هر روز کلاس داشتیم، چون خب همه در منزل بودند، کسی سر کار نمی رفت. ولی خب حالا که به هر حال شرایط فرق کرده، کلاسمون تعدادش کمتر شده، ولی ثابته. یعنی شنبه و سه شنبه ساعت 6:30 هست که هم بتونن در استرالیا استفاده کنن، هم در کالیفرنیا، هم در ایران و هم در اروپا. گاهی اوقات دوشنبه صبح ها کلاس های خاصی ما میذاریم، این نیستش که یه روز صبح بذاریم یه روز عصر. به هر حال شمایی که تازه وارد شدین، برین تو پیج من یه مقدار بیاین اون پایینا ببینین، همه هنوز هم هست ساین هایی که گذاشتیم برای کلاس ها، و یا از کسی که معرفیتون کرده بپرسی، یا همینجوری هم از من سوال کنین، خب به هر حال پاسخ میدم. ولی شاکی نباشین از اینکه چرا یه روز صبح گذاشتیم یه روز عصر گذاشتیم. و هر حال خیلی خوش آمدین باز هم. ما ادامه صحبت دفعه قبل، مسئله خوشحالیه. خیلی دلم میخواد از شما کامنت هایی رو بگیرم، ببینم واقعا از هفته پیش تا الان این تمرین رو کردین. این در واقع یه جورایی شبیه همون مرسی 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 راه بریم و از همه چیز تشکر کنیم و اون قدردانیمون رو به شکل خیلی ایزجیره انجام بدیم. این هم مثل اونه که هی از خودمشون خوشحالم. خوشحالی بدون شرط بود صحبت دفعه قبل، که ما بدون شرط حس خوشحالی داشته باشیم. حالا بعضی از روانشناسان و بعضی از کسانی که در این مقوله کار میکنند میگن اصلا خوشحالی ممکنه که سه دسته باشه. یک دستش ما با شرایط بیرونی خوشحالی، به هر حال امکاناتی برای ما، هر کسی یه چیزی، یکی میره ورزش میکنه، یکی میره دوستاشو میبینه، یکی میره
کافی شاپ، یکی میره کتاب میخونه، یکی میره مهمونی، یکی یه چیزی که از بیرون براش ایجاد بشه. حالا یک سوالی از خودتون بپرسین، یا از این به بعد باز هم مثلا تا سه شنبه که کلاس داریم با هم توجه کنیم بشه. آیا وقتی میشینین با یکی حرف میزنین، یا تلفنی، یا الان میرین مثلا در یه فضای آزادی با حفظ فاصله دوستانتون رو میبینین، دقت کردین که چند درصد داریم راجع به مسائل و مشکلاتمون حرف میزنیم؟ آیا و چند درصدش راجع به چیزایی که ما رو خوشحال کرده؟ یعنی اصلا هیچی در این مدت ما رو خوشحال نمیکنه، فقط مسائل و سختی ها و رنج ها و درد ها و مشکلات بیرونی. اینو دقت کنیم ببینیم که ما اصلا عادت کردیم که یه خود بترسیم از خوشحالی. حتی از قدیم میگفتن تو خوشحالیاتو برای کسی نگو، نظرت میزنن، حسودی بهت میکنن، یا میترسیم اون خوشحالی ازمون گرفته بشه. اینا همه چیزهایی که خیلی داره الان روش بررسی میشه، کتاب ها راجبش می نویسن، که آدم فکر میکنه خب آره. یا بعضی اصلا تو خانوادهشون فرهنگ خوشحالی نیست، یعنی میگه که نه خیلی نباید بخندی، خیلی نباید خوشحال باشی، خیلی باید جدی باشی. البته جدی بودن با خوشحال بودن با هم دیگه تناقضی نداره. من خودم در خیلی از بیشتر وقتام جدی هم، ولی خب به هر حال خوشحالم هستم. اون خوشحالیه ممکنه مثلا از نظر خانوادهمون رد شده باشه، از نظر اجتماعمون رد شده باشه. این خوشحالی که از بیرونه، البته اینی که داریم ما اون دسته اول خوشحالی رو میگیم، چیزی که شرایط بیرونیه مثلا برامون خب ایجاد شده، واقعا یه جایی رفتیم، یه کاری کردیم، از بیرون دوستانمون، غذای خوبی خوردیم، کتاب خوبی خوندیم، یک کار خیلی خوبی انجام دادیم، کمکی کردیم، خیریتی رو ایجاد کردیم، و هر حال یه خوشحالی از بیرون. اون رو میگه که تو با دقت بهش توجه کن، ببین که برای چی انقدر خوشحال شدی، و نگران این که این خوشحالی از بیرون، چون از توسط خودت نبوده، برات ایجاد شده، از بین بره، نگران این نباش، چون همه اینها باز اون حس خوشحالی رو از ما میگیره. ما الان چرا اصلا داریم راجع به این صحبت میکنیم؟ برای اینکه در این شرایط واقعا همگی، در این شرایطی که سیستم ایمنی بدن ما حرف اول رو میزنه، خوشحال بودن یکی از اون داروها، یکی از اون واکسنهای خیلی قویه که ما میتونیم فعلا به خودمون بزنیم و تمرین باید بکنیم دیگه. یعنی میگن خوشحال بودن هم تمرین لازم داره. ما الان همینی که با هم تمرین دست جمعی یوگا میکنیم، صحبت میکنیم، مدیتیشن میکنیم، تنفس میکنیم، همه اینها در کلاس یوگای ما هست. یعنی کلن کلاس یوگای من همیشه این گونه بوده، صحبت توش بوده، تنفس توش بوده، مراقبه توش بوده و آسانا توش بوده. باید اینها، یعنی از نظر من باید در یک کلاس یوگا تمام این چهار دسته یوگا گنجونده بشه، تا یک یوگای که نتیجه و اثرش رو بتونیم بهتر ببینیم. به هر حال این خوشحالی دسته اول رو باز با توجه، در واقع همون مایندفولنسی که میگیم، با هوشیاری و آگاهی بهش توجه کنیم، مزه مزهش کنیم. یه چیز خیلی خوب، یه چیز خوشمزهی که میخورین دلتون خواهد دوباره بخورین، اه تموم شد، حیف شد، نه. اینم همونه، خوشحالی هم از همون دسته هاست که نگرانش نباشیم که داره از ما گرفته میشه. همون لحظه حضور رو حس کنیم، قدردان اون خوشحالی باشیم، واقعا در وجودمون حسش بکنیم و نگران این که این تموم میشه. حالا مثلا دوستامون میرن، حالا مهمونیمون تموم میشه، حالا مثلا فلان برنامه‌ای که از بیرون برای من ریخته شده، مسافرتم تموم شده، نباشی. و اون نگرانی و دلشوره این که نه، من نباید خوشحال باشم الان تو این شرایط، خوشحالی معنی نداره. یعنی در واقع با خودمون هی مبارزه کنیم، اونو تبدیلش کنیم به رنج. این رو دسته اول خوشحالی میگن. خوشحالی دسته دوم وقتی که ما متمرکزیم، همین که تمرینات یوگا رو میکنیم، آرامش پیدا میکنیم، یه حس خوب، یه قدرت درونی، یک شجاعت درونی، یک استراب ها میره به کنار، نگرانی ها، دلشوره ها میره کنار، حضور پیدا میکنیم،
و علی رغم شرایط ناخوشایند بیرون ما حالمون خوبه و ما خوشحالیم. یعنی اون شرایط هست و چون ما حالمون خوبه در اون شرایط ناخوشایند بهتر میتونیم دست به عمل بزنیم، یا کمک بکنیم، یا خدمت بکنیم، یا به هر حال اون پرانا، اون انرژی که داره صرف نگرانی و دلشوره و ترس و غم میشه، اون در واقع میاد و به کمک ما و اون شرایط ناخوشایند بیرون رو برای ما خیلی متعادل ترش میکنه. یعنی ما هنوز با اون خوشحالی و اون حس خوب خودمون میمونیم. اینا رو البته من خیلی خلاصه میگم چون کلاس ما واقعا کلاس روانشناسی و روانکاوی نیست، فقط در ادامه تمرین دفعه قبل بود که میخوام بیشتر به این خوشحالی دسته سوم برسم، که اگر شما بعد از کلاس دست جمعی یه حس خوبی دارین، صحبت هایی که برای من میکنین و واقعا تمام اون خستگی من در میره و اون انرژی رو من حس میکنم، اون خوشحالی است که خوشحالی بدون حد و مرز بهش میگن. یعنی وقتی که ما اون نفس ما، اون چیزی که ما در اسفند و فروردین زیاد راجع بهش صحبت کردیم که این نفس و این منیت، این آهامکارا، این ایگو چقدر جلوی آرامش ما رو میگیره، جلوی شادی ما رو میگیره، در واقع ما با این تمرینات اون نفس رو به کنار میزنیم و به اون آناندای خودمون، به اون سرور و شادی، به اون خاصیت روح خودمون نزدیکتر میشیم و احساس میکنیم که واقعا دلمون میخواد خدمت کنیم، دلمون میخواد یک کاری بکنیم، دلمون و اون حس یکی بودن رو. چجوری شما، درسته که من میگم مثلا ما الان مثلا 400 خورده نفریم، مثلا الان 500 نفر داریم با هم شواسانا میکنیم، ولی واقعا اون حس رو شما دارین. یعنی من اینو قشنگ در این مدت هم گفتین هم متوجه شدم و اون خوشحالی است، اون خوشحالی بی حد و مرزیه که ما بدون هیچ شرطی، هیچ شرایط بیرونی در وجود ما حس میشه. و وقتی که از میگار که نه خواسته ای هست، نه آرزویی هست، نه اون منیتی هست، اون منمه که من چرا، من چرا، من اینطوری، من اونطوری، چرا اون بیشتر، چرا من کمتر، اینا هیچ کدوم نیست. و اون وقتی که واقعا، حالا در روانشناسی دیگه رو نمیگم ولی ما در یوگا میدونیم که ما به اون سرور درون نزدیک میشیم، لمسش میکنیم، به اون آناندایی که همیشه در یوگا صحبتش میشه. یوگا یعنی تو یوک، یونیون، رسیدن، یکی شدن، یکی شدن واقعا با اون روح بزرگ جهان هستی و اون قطره از اقیانوسی که ما میپیوندیم به اقیانوس، چون از جنس اون اقیانوسیم ولی جدا موندیم. وقتی میپیوندیم میبینیم که در وقت بیرونیم حس میکنیم که ما چقدر کوچیکیم، واقعا ما چقدر در مقابل این فضای بی نهایت چقدر کوچیکیم. و ولی خب در این حال که جداییم، ولی در این حال اون وصل شدن رو حس میکنیم و اون وصل شدن وقتی حس میشه، احساس امنیت، احساس آرامش و احساس بی‌نیازی به ما دست میده که اون خوشحالی واقعا بی حد و مرزه. و ما میتونیم در یوگا این معانی رو بهش بدیم در کنار تحقیقات و کتاب‌هایی که واقعا روانشناسان و روانکاوان و کسانی که در این مقوله زحمت میکشند می نویسند. به هر حال یک صحبت مختصری بود راجع به خوشحالی و اینکه ابزاری که ما داریم که در هر نوع از این سه نوع خوشحالی بتونیم با اون ابزار در واقع این رو بررسی بکنیم، یکی همون آگاهی و هوشیاریمون نسبت به اون حس خوشی و خوشحالی که در اون لحظه داریم، یکی اینکه یه تحقیق و بررسی بکنیم که این از کدومه، این از کجا میاد، هیچ اشکالی نداره خوشحالی رو ببینیم چیه، و در نهایت اینکه قدردانی، شکرگزاری. قدردانی و شکرگزاری سومین وسیله این
بررسی خوشحالی ماست. به هر حال بدونیم و بسیار مهمه که در این شرایط پاندمی، در این شرایط همگیر که واقعا معلوم نیست که آخرش چی میشه، هیچ کس نمیدونه. به هر حال ما همیشه گفتیم در تمام کلاس های یوگا که منتظر نباشیم، در انتظار نباشیم، حضور و آگاهی رو داشته باشیم تا بتونیم دست به عمل بزنیم. و غیر از صحبت هایی که کردیم، واقعا اون خوشحال بودن، اون حس، حالا چه خوشحالی شرایط بیرونی باشه، با دوستامون قرار بذاریم، کاری بریم تو طبیعت، بریم به چیزی که دوست داریم بخوریم، بریم هر چیزی که از شرایط بیرونی، هر کدوم از این خوشحالی ها باشه خیلی خوبه. فقط گفتیم اون خوشحالی که با شرایط بیرونیه اشکال نداره، نترسیم ازش، بریم تو دلش، تجزیه تحلیلش کنیم، قدردانیشو کنیم، مزهش کنیم، بمونه تو خاطرمون. واقعا همه اینها همون هورمون های واقعا مثل اندورفین، آنکفالین، سروتونین، همه اینهایی که ضد افسردگیه و در واقع اون ایمنیتی بدن ما رو، سیستم ایمنی بدن ما رو بالا میبره، ترشح میشه. بنابراین ما با لایف استایلمون، با سبک زندگیمون میتونیم خودمون رو در این شرایط خاص تاریخی سالم نگه داریم، در خدمت بقیه باشیم. هر کدوم از ما میتونیم یک خدمتی بکنیم، یعنی واقعا کارما یوگا رو باید جزو برنامه های هفتگیمون حتما داشته باشیم، حداقل یک کارما یوگا در هفته انجام بدیم. کارما یوگا یعنی که یک خدمتی بکنیم بدون چشم داشت به نتیجه، حتی انتظار تشکر نداشته باشیم. حالا گاهی اوقات ما خدمت میکنیم، مثلا پولی میدیم به خیریه، مثلا من در گروه میذارم، اشکالی نداره، این به خاطر اینه که خب بقیه هم کمک بکنن، مطمئن باشن که مثلا این صورت حساب، این شماره حساب مثلا مطمئنه، اشکالی نداره. ما کارمایگامون یا کار خیری که کردیم با بقیه هم سهیم بشیم. من نمیدونم، بعضی وقتا میگه یه کار خیری هست که من بلد نیستم، یکی دیگه میگه خب منم این کارو میتونم بکنم. و در این کارمایگا هم اون سلامتیه و اون باز هم اون هورمون های ضد افسردگی و ضد بیماری در وجودمون ترشح میشه. به هر حال حرکات یوگا، آسانه‌های یوگا، تنفس‌ها، مراقبه‌ها، همه اینها دست به دست هم میده و ما رو به سمت حال خوب میبره. و یا هر چیز دیگه از هر وسیله، حالا یوگا هم یکی از این وسیله‌هایی که میتونیم در این شرایط ازش استفاده بکنیم. هر کدوم از شما ممکنه وسایل دیگه داشته باشید، باید استفاده بکنیم و دست به عمل بزنیم و در انتظار نباشیم تا بتونیم واقعا این دوران سخت رو طی کنیم. و از این دوران سخت همونطور که جلسه پیش گفتیم، بزرگان میگن به عنوان نعمت استفاده بکنیم برای اطلاع خودمون، برای متعالی شدن خودمون، برای کم کردن این نفس و این منیتی که واقعا مانع آسایش و زندگی ماست. برحال اگر هم باز کامنتی در این مورد، در مورد خوشحالی، پیشنهاداتی دارین، لطفاً در قسمت کامنت ها بذارین. و از این به بعد لطفاً در دایرکت و در جدا نذارین، برای اینکه فرصت خوندن نیست و واقعاً بعضی ها من خجالت زده میشم. ولی خب در قسمت کامنت ها که بذارین، مگر اینکه یک سوال خصوصی باشه، یک مسئله خصوصی باشه و سوال راجع به خودتون فقط، که اون رو من حتما در خدمت هستم که اگر که بتونم که پاسخ بدم. خب امروز ما یه مقداری هم نوشته بودیم که حالا اصلا در کنار این داستان قوی کردن عضلات بود، که البته ما همیشه در کلاس ها داریم اینها. حالا ممکنه به اسم این که مثلا من نگم حالا قوی کردن عضلات، ولی خب امروز مقداری صحبتشو، شاید بعضی از تمریناتی که تکراری بوده میگم، فقط این که
قوی کردن عضلات، حالا به هر حال کلاس‌های ورزشی مختلفی هست، زیاد هست الان. همه شما به هر حال مثلا تو باشگاه ها یا تیاریکسی که الان اومده، خودتون میتونین وسیله تیاریکس رو بگیرید خونه انجام بدین، یا وزنه ای رو بخرین از این فروشگاه ها خودتون، همه اینها ها رو به هر حال تو خونه میشه انجام داد. ولی تقویت عضلاتی که الان ما تو کلاس میکنیم همون در کلاس یوگامون داریم انجام میدیم، در حدی که بتونیم به هر حال تا اونجا که میشه کسانی که میان در کلاس یوگا در این حال بدونن که چه عضلاتی رو نیاز داریم که قوی کنیم. خب میستیم همگی، یه مقداری دستامون و اینا تو زیاد انجام دادیم، مچمون به خصوص خانوم ها مچ درد زیاد داریم. چرخوندن مچ ساده بدون اینکه بند انگشتا تا بشه، فقط مچ میچرخه، فشار میدیم انگار که پاشنه دستمون رو میخواییم به جلو فشار بدیم، بکشیم بکشیم بکشیم، ببینیم کل دستتون کشیده است، شلوغ رفته نیست، کشیده. اصلا ممکنه درد و من تو گردنم هم حتی حس کنم. میکشم دستم، میکشم خوب. نگه دارین، تحمل کنین، درد رو تحمل کنین، بیارین پایین، انگشتا برگرده به سمت خودمون، مچ رو فشار بدین. اگر الان آقایون در کلاس هستن میتونین باز تمرینات دست رو بکنین، چون به هر حال شما هم جلو بازو هم پشت بازو خیلی قوی تر از خانم هاست، ممکنه نیازی به این نداشته باشیم. میکشیم، حالا دستا رو باز میکنیم، دوباره پاشنه دستم به سمت بیرونه، دستمو میچرخونم، ببینیم دستمو از این طرف، یعنی شستم به سمت پایین میاد، کلن کف دستم به سمت سقفه. خب شونه هم بالا نیست، کولم رو نمیارم بالا، شونه هم پایینه، دستا کشیده، شل نیفتاده. بیارین یه خود تعمل کنیم، شونه ها بالا نیست، از آرنج دستم خم میکنم، صاف میکنم، خم میکنم، صاف میکنم. تمرین کنین، حتما تمرین کنین، یه ذره تعمل کنین دردو با هاتون برنزه هر جوری که راحتی. کف دست به سمت سقفه. من چند تا اینجا انجام میدم، ولی شما تو خونه میتونین خیلی زیادتر انجام بدین. نگه دارین، نگه دارین، یه ذره اینجوری فقط با انقباض. این کف دست بالاست، اینجوری نیست، برعکس، شونه بالا نیست، برعکس. یه خود تحمل کنین، میدونم دارین درد میکشین، تحمل کنین. خیلی خوب تموم شد، شل کنیم، تکون بدین دستو، شونه ها میاد بالا، میره عقب، میاد پایین، جلو، شونه بالا، عقب، پایین، بالا، عقب، پایین، دم، جهت رو عوض میکنیم، از عقب به جلو، قشنگ حس کنیم، واقعا مراقبه کنین با همین چرخششون. خیلی خوب، خوبه، دستا گلاب کشیده جلو، با آسمون نگاه کنین، رها کنین، شونه ها بیاد بالا. این باز قوی کردن عضلات گردن، عضلات پشت، اون قسمت عضلات زوزنبه، دلتوئید روی بازو. بازم اینو تو خونه زیاد باشو کن. باز یه دور دیگه کف دستو فشار بدین پایین، فشار بدین، زانوار خم کنین، دستا رو بکشین جلو، از رو هم رد کنین، سر بندازین پایین، شکم رو بچسبین پشتون و رها کنین. به راست نگاه کنین، به چپ نگاه کنین. خب اولین در واقع بعد از اینکه حرکت دست رو ساده انجام دادین، بریم سراغ اسکوات که همتون
دیدین رو انجام دادیم توی اوتکاتاسانا ما در واقع بحرم. پاها به اندازه در واقع عرض لگن باز باشه، پشتم صافه، میان پایین، انواع و اقسام داره که از جاهاش همین مثل اوتکاتاسانای ماست. خب وزن رو میارم رو پاشنه پام، دستام رو میکشم جلو، پاها رو بنزی که میتونم باز، اگه بعضیتون راحت ترین بازتر کنید بازتر کنید. نکته مهم اینه که زانون جلوتر از انگشتای پام نیاد، وزنم رو پاشنه پام باشه و تا جایی که میتونم پشتم صاف باشه. ما تو کلاسی رو که انجام میدادیم تا 100 میشمردیم، ولی البته الان یه خود کوتاه‌تر، ولی خب تو خونه رو ما در واقع، من اینا رو میگم تو خونه خودتون واقعا طولانی تر باید بره. حالا 50 تا میشمردیم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 دیگه بود. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. آفرین، برگردین ماساژ بدیم. این از اون درداست که این برای کوادریسپس عضله چهار سره داره. حالا برای اینکه کشش رو در واقع انقباضی که دادیم به عضله چهار سره ران تبدیلش میکنیم به خود به کشش که خستگیشو بگیریم. هر پایی که دوست داریم بگیریم بکشین، خمشین، بکشین، رها کنیم. اون یکی پا رو بگیریم، بکشین، رها کنیم. همون پا اولیه رو بگیریم، اینجوری بیارینش بالا، رهاش کنیم. یکی رو بگیریم بیاریم بالا، رها کنیم. نفس عمیق، سر بدیم به راست به چپ. یه چند لحظه استراحت. سر گردن شل، میریم به حالت تازه کننده. دستا رها، انگار تاج سرمون میخواد برسه به زمین. به این پایین، خب همون پایین استفاده کنیم. روی پا رو ماساژ بدیم، پشت پا رو ماساژ بدیم، کمر پسن رو ماساژ بدیم، زانو خم، دستا رو بکشیم روی پا، بیریم بالا. خب حرکت قبلا هم انجام دادیم باز برای کوادریسپس عضله چهار سر ران، یه مقداری هم کمک میکنه به عضلات بسن و شکم. پاها رو به اندازه عرض باز لگنم باز میکنم، پای راستم رو تو همون مسیر یه قدم میذارم جلو، پای چپم هم تو همون مسیر خودش یه قدم میره عقب. یعنی اینا باز فاصله هاشون به اندازه عرض لگن. دو تا زاویه 90 درجه درست میکنیم، دستو بزنیم به کمر، آروم آروم، یه 90 درجه پشت، یه 90 درجه جلو. ببینیم به جلو نمیرم، وسط پایین، پشتم صافت میدونم شما بتونیم پشت بهتر بتونیم ببینیم. خب دوتا 90 درجه صافت میکنم، ولی پاشنه پای عقبه رو زمین نمیذارم. دوباره میام پایین، میام بالا، یه دوره دیگه دوباره میرم پایین. گفتیم اینا رو یاد میگیریم بعد خودمون انجام میدیم. دو تا 90 درجه پای عقب پای جلو. میتونیم یه دستو بیاریم جلو، یه دستو کمر، اون اصلا هر کی هر جور راحته. آروم برگردیم.
پاها رو باز میاریم کنار هم، یه خود ماساژ میدیم. ببینید اینو از اون دردایی که تا پارو صاف میکنید دردتون تموم میشه، لطفا انجام بدید. حالا پای چپ هم یه قدم میاد جلو، پای راست هم میره. این دفعه دست راست هم میاد جلو، دست چپ هم دو تا 90 درجه رو درست میکنه. پشت صاف. صاف میکنم دو تا زانو رو. پاشنه پای عقبی بالاست. میرم پایین دوباره. میام بالا. و آخرین دو میخواد طولانی تر میمونم. میتونین دو تا 10 ثانیه ببینی یه 20 ثانیه. ممکنه فردا پاهاتون میخواد درد بکنی، هیچ اشکالی نداره. پشت بازوتون درد بکنه نترسید. خب یه دوره دیگه باز پا رو بگیرین بکشین، همشین رهاش کنین، پای دیگر رو بگیرین بکشین رها کنین. نفس عمیق میکشین، با نوک بینی جلوی صورتم دایره بزرگ میزنم. نیم دایره بالا دم، پایین بازدم. جهت رو عوض میکنین. میام وسط، آروم میشینم، زانوها رو بغل میکنم، چند پله بلند، سرم رو زمین، خود میقلدم به راست و چپ و چند لحظه پاها رها، دستها رها، سر و گردن رها. پاها رو میاریم کنار هم، دستا قلاب بالا سر، یک کشش خوب به بدن میدم، پنجه پشته، خمزه. دستا در امتداد بالای سر یا در امتداد شانه مهم نیست. زانو جمع میشه، دوتا زانو میره به سمت بازوی راست، سر میره به چپ، زانو میره به چپ، سرم میاد به راست، زانوها راست، سر به چپ، زانو چپ، سر به راست. میام وسط، کفه پاهام روی زمین، سر بلند میکنم، دست ها روی زانو. آروم سر میذارم سر. نفس عمیق میکشم، دوباره سر میارم بالا. حالا یکی در میون دستان انگار میخوام به پاشنه پام برسونم. دم باز دم. ای میام جلو. حالا دارم از روی شکم هم کار میکنم. از روی شکم هم باید قویشه برای اینکه بتونم رو شانه خوب بیستم. ای دستان میرسونم به پاشنه های پام. و رها میکنم. سر و گردنم استراحت کنه. شد شد. سر رو بلند میکنم. حالا دستا رو میزنم پشت سرم که سرم گردنم خسته نشه. زانو جمع میشه. پاهام صاف میره بالا. چسبیده. صاف میاد. هم ردیف میشه با انگشتام، هم ردیف میشه با چشمام. میمونم تو حرکتم. باز تمرکز. انگار که دارم با شکمم نفس میکنم. زانو رو جمع میکنم یه خوده، سر رو میذارم زمین، آلنجا رها، دوباره پاهم صاف میره بالا، نفس عمیق میکشم، آروم آروم سر رو بلند میکنم، باز پاها رو میارم، پاشنم بیرون، پنجه به سمت خودم، انگشتای پا تو یه ردیف با سرم. هر کسی در توانش دیگه، بعضیتون ممکنه سنگین باشه، استراحت میکنین، دوباره میایین به حرکت. حالا زانوی چپ رو جمع میکنم. آرنج راست رو میارم رو زانوی چپ. عوض میکنم زانوی راست، آرنج چپ. هر دو زانو جمع، هر دو آرنج رو میارم به سمت زانو. پاشنه پاها بیرون.
و رها، پاها رها، دست ها رها. شل می کنم بدنو، تنفس ها طبیعی. در بین شما ممکنه که کسانی باشن که بر تمرین براشون کم باشه، بعضی ها تمرین زیاده، هر کسی در حد خودش تمرین رو انجام میده. اونایی که براشون تمرین سنگینه هر جایی میتونن استراحت کنن و دوباره به تمرین ادامه. سر رو دوباره بلند میکنم، دستا رو رو پام میذارم، پاهامو میارم باز بالا، نگاه میکنم برداشتای پام، دوباره رها میکنم، سر رو میدم به راست، به چپ. خب حالا کف پای چپم رو میذارم رو دوشک، دستم رو میذارم زیر سر، دست چپم رو میذارم زیر سر، دست راست رو میارم به سمت پای راست، پای راستم میذارم دست راست میارم، یه خود نگه میدارم، رها میکنم، پاها رها، دستا رها. کف پای راستم رو میذارم دوشک، دست راستم رو میذارم زیر سرم، سرم میارم بالا، دست چپم رو هی میارم رو پای چپم، و رها میکنم، پاها رها، دست نفس عمیقی میکشم. خب دقت کنید کلاسم زیاد انجام بدید. کف پاهام دوباره روی دوشک، دستا کنار بدنم رو زمین، بودی کمر رو فشار بدیم، شکم رو بکشیم تو، دنبالچه رو بکشیم تو. اگه کمرتون اذیت شده این الان داره بهش استراحت رها شد. دوباره کمر رو فشار بدیم به زمین، شکم رو بکشیم تو، دنبالچه رو رها. یه دور دیگه. خب حالا پای راست رو میارم بالا، کمرم رو زمینه، دقت کنید پای راست بالاست، پاشنش بیرون، کف پای چپم رو زمین، دم کمرم میاد بالا، باز دم آروم میاد پایین، پای راستم کاملا تمام مدت عموده، انگار کفشو میخوام به سقف برسونم، دم محکم محکم، باز دم، دم کمر بلند میشه، باز دم کمر برمیاد، دم باز دم، دارم باز از عضله شکم رو تقویت میکنم، دم باز دم و عضلات پشتم رو دم، حالا این دفعه کمر رو بلند میکنم، نگه میدارم آروم برگردم، پای راست رو میندازم به پای چپ، با دست چپ هر دو پا رو میخوابونم به چپ، سرم میچرخه به راست، پیچ رو تو کمرم حس میکنم، تک تک مهره ها از رو هم چرخیده، یه حس خوبی میده به اعصابم، نفس میکشم با بودی آروم برمیگردم، کف پاها رو میزنم، سر رو بلند میکنم، دست ها رو زانو میزنم، آروم برمیگردم، دستا کنار بدن، پای چپ میره بالا، کمر رو زمین، پاشنه، دم کمر رو بلند میکنم، بازدم، دم بازدم، دم بازدم، کمر بلند میشه، آروم میاد، نندازه میزنی، مهره به مهره، دم آروم میره بالا، آروم پایین، بالا نگرش میدارم، نگه داریم آروم میاد پایین، پای چپ رو میندازم تو پای راست، با دست پیچو در کمر حس میکنم، آروم برگردم، دوباره سر بلند میکنم، دست ها رو روی زانو میذارم، آروم سرم برمیگرده بزنم، خب زانوها هر دو جمع میشه، سر رو میارم بالا، چپ پا میگیرم، زانوها رو فشار میدم تو صورت،
ببخشید من شما رو باز دوباره نمیبینم، مجبورم که خب با اجازتون همتون، یا اینکه نمیدونم دیگه، به هر حال من این رو میبندم میرم در ویدیوی دوم، چون به هر حال حدود 45 دقیقه هم شد. نه آمد دوباره، ویدیو رو نمیبندیم، هم ادامهش میدیم. خب حالا با هر دو پا تمرین رو انجام میدیم، با تک تک پا انجام دادیم، زانو جمع میشه تو سینه، دوتا پا صاف میره بالا، دست ها کنار بدن میزنیم. دم باسن رو بلند، این مقدار سخت‌تر ممکنه باشه، توجه کنید به عضله شکم. دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم. حالا ما خود آسان‌ترش میکنیم، زانوها رو جمع میکنیم، دستا کنار بدن رو زمین، کمر رو بلند میکنیم میذاریم زمین، شاید هم آسان‌تر نباشه، بستگی به بدنتون داره. دستا کنار بدن رو زمین، زانوها رو جمعه. ببینید تا رو حرکت ندید، اون غلطه، کمر از زمین باید بکنیم، کمر کنده میشه میاد میزنیم، پاها حرکت نکنیم، اینجوری نمیخوایم بکنیم، پاها جمع، کمر بلند میشه میاد اینجوری، اونها قشنگ با عضله شکم کار رو بکنیم. به کمرتون هم صدمه ای نمیخوره، کاری به کمر نداریم، فقط داریم از عضله شکم، کمر بلند میشه میاد پایین، بلند میشه میاد پایین، بلند میشه میاد پایین. خوبه، پاها رها، دست ها رها، سر رو میدیم به راست، به چپ، بدن رو چند لحظه شل میکنیم. به تنفس ها توجه. خب این ها تمرینات بود که برای عضلات شکم فوق العاده خوبه، و عضله شکم وقتی قوی بشه هم کمر دردمون کم میشه، هم شانه خوب میستیم و هم خوب خوبیم، مزایای دیگه داره. و آماده میشیم برای روی شانه ایستادن، زانوها جمع میشه، پاهامون صاف میره بالا، کمر رو بلند میکنیم، دست ها رو زیر قلاب به هم نزدیک میشه، میریم روی شانه. پای راست هم میاد پایین، میاد بالا، پای چپ هم میاد پایین، هر دو پا به راست، به چپ، وسط، روی شانه دوباره، حرکت پل بیاریم، ستوبان بسیم. خب همین حرکت پل هم که قبلا انجام دادیم زیاد، یکی از بهترین تمرینات برای با سکوادریسپس از عضله چهار سر رامتون، دستان زیر قلاب، دنبال چرخ بکشین تو، پاها بالا، قفسه سینه باز، کف پاها کامل رو زمین، زانوها بیشتر از عرض لگن باز نمیشه. همیشه پیش رفتش هم میتونیم
انجام بدیم. دست ها رو زیر کمر میزنیم. آسان. یه پا میاد بالا. پایین. پای دیگه میاد بالا. پایین. آروم برمیگردیم. کمر هم میاد رو زمین. پا رو بغل میکنیم. سر میاد بالا. اله کلنگ. سر روی زمین. با کف دستا زانوها رو میچرخونیم. جهت ها عوض میکنیم و رها میکنیم. پاها رها، دست ها رها، سر رو میدیم به راست به چپ. یه چند لحظه به بدن توجه میکنیم. رد پای حرکات، گفتیم استراحت قلبمونه، تیروئید، پاراتیروئید. محدودیتش هم فشار خون خیلی بالا، فشار چشم بالا و همین، محدودیت دیگه ای نداره. اونایی که درد گردن دارن، وقتی روشانه رو انجام بدیم با ماهی، کم کم درد گردن رو خوب میشه. نباید بترسیم. بعضیاتون که در ماهی حالتون بد میشه، مثل حالت حال به همخوردگی، ماهی رو اصلا انجام ندیم. خب میریم به ماهی، دست داره میبریم زیر، قفسه سینه بالا، تاج سرمون رو زمین. سر میچرخونیم به راست به چپ. توجه به بدن. خب میایم به حالت نشسته تا حرکات برای کشش پشت. میایم به حالت نشسته، حالت پاشیموتانا انجام میدیم. کشش کامل پشت بدن. پاها کنار هم، عضلات باسن میاد بیرون، پهلوهامون کشیده میشه. خوب میتونیم از مفصل لگن خم شیم. بکشیم خودمون بالا. کمر رو گود کنیم. پشتمون صاف. پاشنه ها بیرون. تمام قفسه سینه میاد روی پاهامون. جایی از پا رو میگیریم. سرگردن رو جلوتر از زانو رها. در سیستم ما گردن بالا نمیمونه، تا حدی که میتونیم میریم پایین و بعد سر و گردن رو رها میکنیم. نفس های عمیق، دست بر سر، سر رو میدیم به راست به چپ و برای کشش جلوی بدن میریم به حرکت شتر یا نیم شتر. اونایی که نمیتونن رو زانوهاشون برن، کف پا رو میذارن رو زمین، باسن رو میارن بالا، سر رو میندازن عقب یا فقط دست پا جلو، سر عقب، یه ذره باسن. بچه‌ای که میتونن شتر یا نیم شتر رو برن، میریم رو دو زانو، از اولا اینکاری پوسته رو زانو رو میکشیم بالا. میتونیم حرکت نیم شتر گفتیم بریم، از این برای روشن من بریم یا شکر میکنم. کودک استراحت میکنیم که اگر فشاری تو کمر و پشت ایجاد شده باشه. و روی شکم دراز میکشیم. چند لحظه بدن رو رها میکنیم.
یک سمت صورت رو میذاریم، شست پاها نزدیک، پاشنه ها از دو طرف میفته. چونه رو میذاریم روی دستمون، پاهامون از زانو خم میکنیم، موچه پاها رو میچرخونیم. همین چرخوندن موچه پا کلی کمک میکنه به عضلات پشت ساق پا و روی ساق پا، عضلات کف ماسل و شین ماسل. جهتش رو عوض میکنیم، و ساق پا قیچی، یه پا پایین یه پا بالا. خب پا میاد پایین. خب قبل از اینکه حرکات روی شکم رو انجام بدیم، همه که میشینیم و میریم در ویدیو دوم که وسط تمرین یه دفعه ویدیومون قطع نشه، بنابراین من اینو اند میزنم. شما به ویدیوی دوم روز 29 شهریور خوش آمدیم. حرکات روی شکم بودیم، روی شکم دراز کشیده بودیم و هنوز حرکات روی شکم رو شروع نکرده بودیم. حالا برای حرکات رو شکم یه خود امروز میریم برای باز قوی کردن بازوهامون، به خصوص خانم های عزیز که هممون بازوهای ضعیفی داریم. اول دستا رو بکشیم جلو، پاها چسبیده، پیشونی رو زمین، سر رو میارم بالا، دستا رو ذره ذره به خودم نزدیک میکنم. آرنج هم رو زمین، پاهام جفت. تمرین ساده ماره کبرا که بهش عبول هول میگن، سرم سر رو میچرخونم به راست، به پاهام نگاه میکنم، میام وسط، میرم به چپ، به پاهام نگاه میکنم، میام وسط. خب انگشت پا رو میچرخونم، کم کم باسنم رو از زمین، دستان نزدیکتر میشه، باسن رو بلند کنم. ببین تو یک خط صاف قرار میگیرم، یک خط صاف مثل ریل. میام جلو میرم، میام جلو میرم. ببینید اینا برای قوی کردن بازوها، که خودتون قشنگ حس کنید. حالا وسط، وزن رو میارم دست چپم، دست راستم میره بالا، دم عوض میکنم، دست چپم میره بالا، عوض میکنم دست راستم. نذارید باسنتون بیاد پایین، بالا نگرش دارید، بالا نگه داریم، باسن بچرخیم، کمر بالاست، باسن بالاست. خب دست راستم رفته بالا، حالا باسن رو میارم پایین، میبرم بالا، عوض میکنم دستم رو، چپ میره بالا، باسن میارم پایین، میام وسط. خب یه خود چند لحظه استراحت آروم، سر رو میارم پایین، پیشونیمو میذارم روی دست. چونمو میذارم روی دستم، پای راستم میاد بالا، میره پایین، چپ بالا، پایین، راست، چپ، راست، چپ. هر دو پا میچسته، سرم میاد بالا. چند لحظه سر رو میچرخونم، به شانه راست نگاه میکنم، وسط، به شانه چپ، وسط، دوباره پیشونی میاد روی دست. خب کف دستا دوباره دو قسمت عوض، میام بالا مثل حالت مار کبرا، شونه هم ولی پایین، سر رو میدم عقب، آروم آروم با سر میکشم عقب، دستان جلو،
انگشتان باز میچرخه، دوتا انگشتان چند لحظه میسه حالتی بود بمونم و بعد میرم بالا، میرم با حالت شیمان سری سر کنم، بازم کمی زانوی راستم خمه میاد جلو، بازم میاد پا میره اقل، زانوی چپ میاد جلو میره اقل، زانوی راست میاد جلو زانوی چپ میاد جلو میره اقل. خب حالت پلانک بشه میگه در واقع مثل خطکش سلام برخورشید. خب میدونی من یعنی نه شوان هستم نه سگ سربالا، به حالت خطکش توی یک خط آروم میچرخم، دست چپ دست راست رو میارم، نگاه میکنم به دست راستم، تعمل کنین، برمیگردم دست چپ میارم، دارین دستاتون رو قوی میکنین، تعمل کنین، میام دوباره دست راست میارم، برمیگردم زانوام رو زمین به حالت کودک استراحت میکنم، پیشونی بودم گربه، میرم به شوان دوباره سر یه سر پایین، خب پاها میاد نزدیکتر، پای راستم رو میدم بره بالا، از رو پای چپ ردش میکنم رو زمین، دست راستم هم حالا میبرم نگاه میکنم به دست راستم، عوضش میکنم میام پایین پاها کنارم، پای چپ میره بالا رد میشه، دست چپ هم میره دوباره عوض میکنم، پاها کنار هم، پای راست میره پشت، دست راست میره کنم، عوض میکنم، پای چپ میره پشت، دست چپ میره کنم، میام پایین و دوباره به حالت کودک استراحت میکنم، دوباره میام به حالت گربه، دوباره میرم به شان سری سر پایین، زانوی راست ببینید الان از حالت شان زانوی راست خم میشه میاد جلو ولی رو زمین نمیذارم میبرمش عقب، زانوی چپ خم میشه میاد جلو میبرمش عقب، زانوی راست میاد جلو میبرمش عقب، زانوی چپ میاد جلو میبرمش عقب و دوباره به حالت کودک استراحت میکنم، میشینیم دو زانو آماده میشیم برای پیچ، قبل از رفتن به آردام ماسین به روشنا پای چپ رو رد کنیم، یه چند لحظه ای با چشمان بسته میشینم تا تنفس هم حالت طبیعی خودش رو میگیره، و هم میرم به حرکت، دست چپ میره پشتم، دست راست از پشت زانو میاد منچه بار میگیره، حرکتی که هر دفعه ما انجام میدیم، پشتم صاف میچرخم به از رو شانه پشت سر رو نگاه میکنم،
استراحت کن، سرگردان شد. میشینم سمت چپ، پای راست رو رد میکنم. دست چپ رو پشت، دست راست، چرخم به سمت راست. استراحت کنید، سرگردان شد. پس همین حرکتی تیوی داسانا یا بهش حرکت حشره میگن. این دفعه چون زیاد با دست کار کردیم خیلی نمیدونیم. به هر حال سیستمش اینه که دستا رو میاریم دوباره پشت، از زیر پا میاریم بیرون، وزن رو دستامون حس میکنیم، آروم آروم به یه نقطه زور میزنیم و پا رو میاریم. آرومیم به حالت ایستاده، سر و گردن رو آروم میچرخونیم، عقب پهلو جلو جهت ها پس میکنیم، دست ها رو میکشیم، با دست راست انگشتای دست چپ رو میکشیم، عوض میکنیم، روی دست رو میکشیم، پهلوها رو میکشیم و رها میکنیم. آماده میشیم برای حرکت مثلث و زاویه 90 درجه. کف گفتیم کف پای راست رو زاویه 90 درجه درست میکنیم. این دفعه همون گفتیم که اونجوری باز هم بهتر شما میبینیم که وقتی ما پای راست هم الان 90 درجه کردن، پای چپ هم خودش فاصله شو تنظیم میکنه، لگن نمیچرخه، دست ها کشیده میشه. حالت دیگه باید بزنم دست راست دیوار راست رو میبینیم، دست راست میره به سمت دیوار راست، دست چپ میره بالا، دست راست کنار پای راست میره تو زمین میره بالا. میتونه که دست چپ بره پشتم، دست راستم بیاد، اینا به هم وصل شه، بالا رو نگاه کنم. دست رو رها میکنم، بین دو پا استراحت میکنم، آرمانو میایم بالا. پای چپ زاویه 90 درجه. خب این طرف من ساده تر انجام میدم، اونایی که نمیتونن دستشون رو برسونن. خب یه زاویه 90 درجه با پای چپ، پای راست. دست راست میره به سمت دیوار راست. سادهش اینه که میذارمش رو پای راستم. دست راستم میره بالا، نگاه میکنم به دست راست. تو این حالت یا میتونیم بمونیم، میتونیم ببریم پشت. این یکی دستم بره پشت، اینا به هم برسه، شانه رو باز کنیم، بالا رو نگاه. و بین دو پا استراحت کنیم. آروم آروم میایم بالا.
سر رو میدیم به راست چپ. پاها رو نزدیکتر میکنیم، پاها میاد به اندازه که راحت این پاها از هم فاصله داریم، دستا کشیده میشه میره بالا، میره عقب. آرنج هر دست رو با دست دیگه میگیرم، قفسه سینم بازه، کمرم بود، پشتم صاف، میرم پایین. انگار که سرم میخواد از بین دو پام رد بشه. دستاشون زانوان خم، دستا رو میکشم جلو، میام بالا، میرم به عقب. برمیگردم، نفس عمیق، سر رو میدیم به راست به چپ. یه چند لحظه به التهابات بدن توجه میکنیم، گرما سرما. خب چون حرکاتی کردیم که به هر حال رو از روی چهارسر رامی اثر داشت، تعادلی مونو نفرات افتران رقاسه میکنیم، هر پایی که راحتی میگیریم میاریمش عقب، دست دیگر میبریم بالا، به یه نقطه رو زمین زور میزنیم. خب یکی از تنوعات اینه که بازو به چسب به گوشمون و تا وقتی که بالا تنه موازی زمین بشه میتونیم خم شیم به جلو. رها میکنیم، چشم ها رو میبندیم و دو سمت بدن توجه میکنیم. پا رو عوض میکنیم، چشم ها زل زده به یک نقطه ثابت، دستی که میره بالا میچسبه به گوش و میریم به هر. چشمان رو میبندیم و به تعادل دو سمت بدن توجه میکنیم. نفس عمیق، چشم رو باز کنیم، میچرخیم به راست به چپ، به پاشنه پای مخالف نگاه میکنیم. چشم ها بازه، راحت داریم نفس میکشیم. آرمانون یه دفعه باری نمیشیم، ذره ذره بدن به خودی خود که متوقف شد، چشم ها رو میبندیم و به حالات بدنمون توجه میکنیم، به هر حس فیزیکی که در بدن هست، گرمایی، سرمایی، دردی، کششی، به نفس ها توجه کنیم. نفس عمیق، چشم باز میکنیم، هر جور که دوست داریم میشینیم، زانوها رو بغل میکنیم، علّه کلنگ میکنیم.
یه خود رو میغلطیم به راست به چپ و بعد پاها رها دستامون رها میشه سرمون میاد بالا چهار دست و پا میاد بالا کشیده پرد میشه باسن از زمین کنده پرد میشه و قصه سینه پرد میشه شونه ها میاد نزدیک گوش میره پایین سرمون به راست و به چپ میچرخه صورتمون یه ذره جمع میشه باز میشه یه ذره شکلت با صورت در میاریم خستگی صورت رو میگیریم و آماده شاواسانا میشیم استراحت کامل بعد از حرکاتی که کردیم یک استراحت عمیق فیزیکی ذهنی و روحی به خودمون میدیم صورت خود جمع باز شده شکلت دوست داریم با صورت در میاریم خستگی صورت رو میگیریم و چشم ها رو دیگه میبندیم چشم ها رو میبندیم و چند نفس عمیق و کامل از راه بینی میکشیم با هر بازدم خودمون رو در دوشک تمرین رها میکنیم با هر دم آرامش رو میگیریم با هر بازدم خستگی رو رها حس خوشایند آرامش و سلامتی و مهربانی رو میبریم به تک تک انگشتای پامون این حس آرامش رو میبریم به کف پامون با محبت، با عشق، با توجه کار که نوازش میکنیم کف پاهامون حضور و آگاهیمون رو رو بدنمون داریم حرکت میدیم فکرها میاد فکرها رو رها کنیم تمام حضور رو بیاریم در پاشنه های پاهامون مچه پاها استراحت مچ پا میره تا تک تک انگشتای پا به سمت بیرون به سمت زمین رهاشون میکنه مهربانی آرامش و شادی شادی این لحظه رو میبریم تو ساق پا بدن ما زنده است تمام توجه ما رو حس میکنه توجه مهربانی آرامش و سلامتی رو در طول ساق پامون حرکت میده وارد زانوامون میکنه روی زانوامون پشت زانوامون وسط زانوامون سر تا سر عضلات ران با این عضلات امروز زیاد کار کردیم اگر حس دردناکی داریم حس خوشایندیه یعنی بهش توجه کردیم و باهاشون کار کردیم عضلات شکمم راحت میره بالا و پایین حرکتش نمایانگر تنفسمه نفسی که میاد نفسی که میره قفسه سینمم حرکت میده و در هر بازدم تمام عضلات ماهیچه ها رها میشن
این حس رو در عضلات پشت دارم، عضلات سمت راست ستون مهره ها، عضلات سمت چپ. کمرم به زمین نزدیک میشه، میاد تا کتفا و میاد تو شانه ها. این حس شادی و سلامتی و آرامش رو و توجه رو ببریم تو بازوام، انگار که تک تک سلول های بازوم با من حرف بزنن، ازشون جدا نباشم، در کنار بدنم باشم، حضور داشته باشم، تا ناخالصی و غریبه‌ای وارد بدنم نشه. توجه رو ببرم رو آرنجام، ببرم تا نوک انگشتای دستم، شستم، انگشت اشارم، انگشت وسطیم، انگشت انگشتری و انگشت کوچکم. انگشتا به طور طبیعی خم به داخل، پشت دستان سنگین رو زمین، پاهان رها، پشت گردن و زیر گلومم حس میکنم و تمام چهرم که جاذبه زمین داره خطوطشو باز میکنه، آرواره ها، گونه ها، پلک ها، پیشانیم صاف و کشیده، تمام صورتم، تمام وجودم، اندام های داخل قفسه سینم، قلب و ریم که 24 ساعته در خدمت منم، بهشون لبخند میزنم، قدردانشونم، توجه و سلامتی رو میبرم به این دو عضو بدنم، توجه و سلامتی رو میبرم داخل روده هام، تو معدم، اثنا عشرم، کبد و طحال، لوزالمعده و کلیه ها، کل وجودم در سلامتی و انبساط و نهادگی. آرامش بدنم منو میبره به کم کم به آرامش و عمق نفس ها که پلی بین بدنم و ذهنم و روحم. حرکت عضلات شکمم داره آرام تر و عمیق تر میشه. تمام وجودم پر از انرژی جهان هستی. پرانا در وجودم به راحتی در حرکت. منو وصل میکنه به سکوت و سکون ذهنم. حضور رو حس میکنم، همین جا و همین اکنون رو. هر لحظه فرو میرم در دوشک تمرین و هر لحظه دور میشم از ازدحام، هم همه دنیای بیرون، به سکوت و سکون درونم نزدیک میشم. آرامش، شادی، سرور، بی‌نیازی، رضایتی که در این لحظه در تک تک سلول هام حس میکنم، این رضایت و این سرور سلامتی رو تک سلول ها جای می‌ذاره.
یک پارچه، یکی شدن با همه. کوچک بودن خودم رو در دنیای بی نهایت، در این جهان هستی بی نهایت، در این فضا میبینم و میبینم که کم کم دارم جذب میشم و این ذره کوچک داره یکی میشه، ذره ای از این بی نهایت که جذب این بی نهایت میشم. تمام انرژی که در کل جهان هستی است در این ذره کوچک در وجود من، در آگاهی من در جریان، آگاه و هوشیار حضور دارم. به خواب نمیرم، بیدارم. جدا بودنم رو از کل جهان هستی و کم کم یکی بودنم رو حس میکنم. حس خوشایند. تنها نیستم در امنیت کامل، در سلامتی کامل. به حرکت ملایم عضلات شکمم توجه کن. دم و بازدم، انگار که با هر دم نوری طلایی روشن مثل خورشید از اطراف شکمم کل بدنم میتابه و تمام فضای اطراف بدنم رو میگیره. طلایی و گرم خورشید. انرژی که از خورشید میگیرم بدون توقع، مهر، همون رو دوباره برمیگردونم به بقیه جهان هستی. با هر دم این نور طلایی و درخشان تمام وجود خودم رو میگیره و با هر بازدم به شکل مهربانی، خوشحالی، مهر و محبت و امنیت اون رو میدم به بقیه افرادی که الان داریم با هم تمرین میکنیم. با هر دم نور طلایی و درخشان خورشید در اطراف بدنم به حرکت، برام امنیت میاره، آسایش میاره، حضور و بیداری، شعف و سرور. در وجود خودمه، با هر بازدم اون رو تقدیم میکنم به بقیه کسانی که در این لحظات نیاز دارند به خدمت و به انرژی من،
سلامتی، به آرامش، به مهربانی و امنیت. خودم رو غرق می‌بینم در امنیت و مهربانی و سرور و شعف. شادیه که در درونم بدون هیچ شرطی، بدون توجه به شرایط بیرون. نیت میکنم، طالبم که این شادی، این سرور، این شعف در تک تک سلول ها به جای میمونه، در طول روز، در طول هفته، همواره. من مستحق شادی، آرامش، شعف و سرور و سلامتی هم. در درونم هست و با آرامش و حضور و تمرکز این شادی و شعف و سلامتی رو متجلی می کنم و با بقیه سهیم میشم و با سهیم شدن خوشحالی، شادی، سلامتی، شادی رو در وجودم ابدی میکنم، بدون نگرانی، بدون ترس، شجاعت و قدرت. بدون نیاز به کامل بودن، هر آنچه که در این لحظه هستم. کامل و یکتا هستم. با نفسهای عمیق بدنم رو دوباره حس انگشتان دست و پامو حرکت میده. یک کشش خوب به بدن میدم. و چند لحظه به پهلو استراحت میکنم. با چشمان بسته میشه. کف دست ها رو جلوی سینه قرار میدیم. برای شکرگزاری، قدردانی. سهیم کردن انرژی این لحظه، این تمرین دست جمعی. فرستادن انرژی برای بیماران، برای کادر پزشکی و درمانی، پرستاران، پزشکان، متخصصین داروسازی، دانشمندان و کسانی که به طور معنوی و مادی
در این شرایط به کمک بقیه میاد. این حس آرامش، شادی بدون علت و ابدی رو در وجودم بیشتر و بیشتر کرده و بقیه رو با اون سهیم میکنم. دست ها رو گرم میکنیم. و پلک ها رو میکنیم. گرما و تاریکی حس بینایی کمک میکنه. کف دست رو همه یه بدن هم میتونیم حرکت بدیم. و آرام چشم ها رو باز کنیم. بسیار ممنون از شرکت در این برنامه دست جمعی. اگر فکر میکنین که دوست دارین استراحت کنین، ادامه بدین، یک رو بیست دقیقه، حس این رو ندارین که به فعالیت وارد فعالیت بشین، میتونین این آرامش و استراحت رو ادامه بدین. من میرم روی ویدیوی سوم برای کسی که اگر کامنتی و صحبتی داشت. سلام بر دوستانی که دوست دارن تا پایان کلاس چیزی رو بنویسن، کامنتی رو بذارن و صحبت کوتاهی ما در اینجا با هم داشته باشیم. سلام بر شما. سپاس، درود. سلام، خانم اسماعیل زاده است، استانبول. مرسی از شما. خوشحالی، ممنون دال جان. شما کجایین؟ تهران، شمالین. خانم فرهناز پیدا که شما میدونم در کالیفرنیایی، خوبی، نوه ها خوبن. خورشید جان همسفر عزیز خوش آمدی. خانم فرزانه گنجی نمیدونم از کجا هستین. خانم لاله متین که از بچه های مربیگری هستن. روشن جان خیلی خوش آمدی. بله، محبوب جان از ویرجینیا. نارید خانم خوش آمدی، کجایی؟ شیوای عزیز سپاس از شما. خانم اکرم 54 نمیدونم. خانم شهدا بسار خوش آمدی. آسانه ها، بله، ممکنه ماهیچه‌هاتون درد بگیره فردا، یه دفعه نگین چرا، به هر حال گفته باشم، من بقول اینا گفته باشم که فردا ممکنه درد بگیره. بله، به هر حال کلاس ما همیشه متفاوت هست، کلاس هامون هیچ کدوم شبیه هم نیست. پروانه خانم از تهران، مجدان خانم از زنجان. بله، فریبا جان، فیروزه، یگانه عزیز. بله، به هر حال شما هستین، خانم کلاهی از تبریز و اینکه شما هستین که به هر حال باعث میشین که من هم انرژی بگیرم و مطالبی